پادکست راویو خوش اومدید ما اینجا در هر اپیزود راوی داستانهایی از خودمون شما و نویسندگانی از سراسر دنیا خواهیم بود سلام من وحید کیلانی هستم و شما به اپیزود چهارم از راویو به تاریخ ضبط سوم دی ماه 1402 گوش میدید. در بخش اول با داستانی از حمید رزا غلامشاهی همراهتون هستیم و در بخش بعد هم به سراغ ابراهیم گلستان خواهیم رفت. بی مقدمه بریم و داستان نیمبوت های قهوه‌ای با قلم و صدای حمید رضا غلامشاهی رو بشنویم. لطفا حتما تا پایان همراه ما باشید تو انبوه کتاب دست فروشا هدایت مند زیر شهر موشا یه دانش که شکل بوف کوره تو کوه جاییت زنده بگوره از این سکو تموم شهر و سواز هم اینجا بهتر اینجا توی دنیا تو داد و دود و دم این جا هستیم روی سکو من و تو با تموم بریز موها تو رو چشم دوتامون نبینه این همه چشم و چشم زمستون پارسال یکی از دوستای خیلی صمیمیم که همکارم هستیم با یه نیمبوت تیمبرلن قهوه‌ای روشن اصل که تازه خریده بود و اولین روزی بود که پاش میکرد صبح وارد مغازه شد نمیدونم شاید اگر ببینید سلیقه شما نباشه اما از الان تا صد سال آینده سلیقه من هست و خواهد بود جا داره همینجا از طراحش با اینکه میدونم صدامو نمیشنوه تشکر کنم بابت این شاهکار هنری که خلق کرده گفتم اصلا مبارکت باشه چقدر خوشگله گفت قابل نداره داداش منم مثل همه مردم همون جواب لعنتی رو دادم که باید میدادم قربونت برم برازنده خودته تو پای شما قشنگه گفت جدی میگم اگه خوشت اومده بدمش به تو گفتم نه بابا عشق منی شما گفت خلاصه تعارف نکن خاصی بگو فردا بیارمش گفتم نه عزیزم شما ثابت شده ای از شما به ما رسیده درونم گفت خاک تو سر احمقت واسه چی نگرفتی از بیرون گفتم خفه شو حالا طرف یه تعارف زده لاشخوربازی در نیار درونم گفت لاشخوربازی چیه دیوانه شما که با همین حرفها رو ندارین مگه مصاحبه بیل گیتس رو ندیدی وقتی مجری ازش میپرسه چه جوری پولدار شدی بیل گیتس دست چکشو در میاره یه برگه امضا میکنه به مجری میگه هر چقدر میخوای بنویس مجری هنگ میکنه میگه یعنی چی بیل گیتس میگه هر چقدر دوست داری بنویس مجری گیج میشه نمیدونه باید چی کار کنه آقای بیلم چکو میگیره پاره میکنه به مجری میگه من برعکس شما از همه فرصتام استفاده کردم چرا نباید مصاحبه به این مهمی رو میدیدم تا بتونم از این فرصت استفاده کنم اون روز از بیرون کلا 99 درصد ذهنم و تصویر این نیمبوتای لعنتی اشغال کرد دیگه هر جوری هم از بیرون و درون فکر کردم که چه جوری به احسان بگم به جوابی نرسیدم بهترین راه این بود که تو پای خودش ببینم و لذت ببرم تقریبا دو سه روز از این ماجرا گذشت نشسته بودیم تو مغازه یهو درونم گفت بحث نیمبوتا رو بنداز وسط شاید یه فرجی شد درجا گفتم اصلا نیمبوتا که اون روز پاد بوده از کجا گرفتی بری منم یکی بگیرم گفت والا کلا همین یه جفتو داشت درونم تا اومد زر بزنه یه جوراب کردم تو دهنش همون موقع گوشی احسان زنگ خورد از مغازه رفت بیرون همزمان یه مشتری هم وارد مغازه شد و هر دومون رفتیم تو پیگیری کارامون تا شب که احسان زنگ زد گفت اگر جای کاری نداری بیا خونمون یه فیلم ببینیم مغازه رو بستم و رفتم خونش بعد از اینکه فیلم رو دیدیم تموم شد احسان رفت تو اتاق دو سه دقیقه بعد با یه جعبه کفش که تو دستش بود اومد سمتم گفت بفرما میدونستم نیم بوتا تو جعب است اما یک درصد احتمال دادم اگر نباشه و زایه بشم جلوی زهر زوغم و با سوال این چیه گرفتم احسان گفت ببین اگر به پاد میخوره برای تو در جعبه رو باز کردم دیدم بله نیم بوتاست. گفتم داداش بی خیال به خدا اگه بگیرم اصلا امکان نداره نمیتونم قبول کنم در اونم از اونجایی که همچنان جوراب تو دهنش بود بی صدا جوری فریاد میکشید که چشماش داشت از کاسه در می اومد. احسانم یه لبخند زد گفت مبارکت باشه فکر کنم خیلی بیش از حد مصنوعی تعارف کردم شک ندارم فریاد بی صدای درونم باعث مصنوعی جلوه کردن تعارفم بود نیما را از تو جعبه در وردم پام کردم به قدری چفت پام بود که انگار شخصا برای من طراحی شده بود واقعا دل بزرگی میخواد از همچین نیمای نازنینی که یک بارم بیشتر پات نکردی بگذری جورابا از دهن درونم که دیگه داشت منفجر میشد در آوردم گفت خدا شاهده اگر نمیگرفتی جرت میدادم دوباره جورابو کردم تو دهنش تا یاد بگیره تحت هر شرایطی معدب باشه و اینکه بفهم ارباب کیه فردا صبح اولین روزی بود که نیمای عزیزتر از جانم و پام کردم و از خونه زدم بیرون. کار خدا اون روز یه برف پیمونم گرفته بود و همه چی دست به دست هم داده بود تا روزم و العاده شروع کنم. تعریف از خود نباشه خیلی هم به استایلم می اومد تو پوست خودم نمی گنجیدم. با یه غرور خاصی که نمیدونم کاذب بود یا واقعی روی برفا قدم میزدم و دلم میخواست سالیان سال روی برفا تا انتهای جهان پیاده روی کنم اما چون زیاد اهل پیاده روی نیستم رسیدم سر کوچه سوار تاکسی شدم رفتم مغازه از اونجایی که تو زندگیم کلا دو تا غذا بلدم درست کنم که خلاصه میشه به نیمرو و املت درست کردن صبونه مغازه با منه رفتم نشستم پشت فرمون پیکنیک رو روشن کردم مایتابه رو گذاشتم روی پیکنیک روغن رو ریختم منتظر موندم داغ بشه یهو یادم افتاد تو یخچال کره داریم عاشق نیمرو با کرم که ای کاش تو اون لحظه آلزایمر میگرفتم و یاد اون کره حرومزاده نمیافتادم کره حرومزاده رو از تو یخچال درآوردم باز کردم اصلا حواسم نبود طبق عادت از بالا گرفتم روی مایتابه ولش کردم توی روغن سه قطره روغن بزرگ همزمان با هم بلند شدن روی هوا با سرعت نور افتادن روی لنگه سمت راست نیمای نازنینم گفتم وای انقدر با افسوس گفتم وای که فکر کنم از ترس دو سال از عمر بچه ها کم شد گفتن چی شد؟ گفتم روغن پاشید رو نیما احسان گفت عوضی ترسیدیم رو صورتت نریخته که فدا سرت میدونم شاید اقراغامیز باشه و قطعا هست اما اینو میخوام بگم که بدونید چقدر نیما برا مهم بود حاضر بودم روغم بیفته تو مردمه که چشمم ولی اونجا نیفته حتی حاضر بودم برم عراق زمانی که صدام صد حکومت میکرد بر علیه شورش کنم دستگیرم کنن صدام صد دستور بده تو حسچه روغن زوبم کنن ولی این اتفاق نیفته احسان تو اینترنت سرچ کرد گفت با نمک میره مهدی گفت نه جنسش جیره نمک خرابش میکنه بده خوشیوی احسان گفت جوش شیرینم میبرتش مهدی گفت نه بلد نیست خرابش میکنه باید بده خوششویی یه مواد سه سوت ردیفش میکنه تا فرق سر رفتم تو لک دلم میخواست تمام کارخانجات تولید کره و روغن به آتیش بکشم انگار ته دلم میدونستم هر کاریم بکنم قرار این لکه ننگ بمونه روی چهره زیبای نیما اون روز تا وقتی برگردم خونه کلن تو لک بودم یاد بیتی از شعر بهرام نورایی افتادم که میگه من فنرم در میره اگه کیفم خیلی کوک شه نفرت دوباره میگیره من و در آغوشش در آغوش نفرت بودم که رسیدم به اتوشویی سر کوچمون دو نفر نشسته بودن داخل مغازه داشتن چای میخوردن یه پسر نوجوانم مشغول کار بود گفتم سلام آقا جریان اینجوریه یکیشون گفت موادای ما خیلی قویه احتمال داره خرابش کنه یکی دیگهشون گفت یه خورده تینر بریز روی دستمال نرم بمال روش میره گفتم تینر خرابش نکنه یهو گفت انتهای چایش رو سر کشید لیوان رو گذاشت روی میزی که بغلش بود بلند شد به پسر نوجوانی که مشغول کار بود گفت سعید اون تینر رو بیار بعد از گفتن این جمله از پشت پیشخون مغازه رد شد اومد سمتم هر یه قدمی که می اومد جلو من یه قدم میرفتم عقب سعید از انتهای مغازه گفت آقا سید نیست کجا گذاشتی گفتم ممنون میرم خونه یه کاریش میکنم زیاد مهم نیست مجدد یه قدم دیگه اومد سمتم برگشت سمت سعید گفت گذاشتم تو کابینت در باز کنی میبینیش منم یه قدم دیگه رفتم عقب اون آقایی که اول گفت مواد دای ما قوی خرابش میکنه وقتی متوجه شد من تو مصیبت قرار گرفتم گفت سید جان بیا خودش درستش میکنه ولی سید ولکن نبود تصمیم گرفته بود با تینر کارو جمع کنه در اون لحظه احساسم نسبت به واژه تینر دقیقا مثل زمانیه که واژه اسید به گوشم میخوره بود. بودن در اون لحظه مساوی بود با تقدیم کردن سیمای زیبای نیما به یک اسید پاش بلفتره. یک قدم دیگه رو به عقب برداشتم بدون خدافزی از مغازه اومدم بیرون با قلبی آکنده از ترس را افتادم به سمت خونه. تو مسیر که بودم درونم خیلی مظلومانه با انگشت اشارش به این فهموند یه دقیقه جوراب از دهنم در بیار کارت دارم جورابو و در آوردم گفت این اقدهی بازی ها چیه خودتو مسخره کردی من ای هر چی چی نمیگم تو گفتم خفه اصلا اصلا حسلتو ندارم دوباره برگردونمش به تنظیمات قبلی رسیدم خونه جریانو برای مادرم تعریف کردم مادرم خیلی راحت از تصورم گفت چیزی نیست بذار باشه شب با صابون درستش میکنم صابون دشمن روغنه گفتم جدی میگی گواره پسرم دواش صابونه خیالم راحت شد حس کردم یه بار سنگین و از روی دوشم گذاشتم زمین تای دلم میدونستم این گره فقط به دست مادرم باز میشه شب خواب دیدم سوار بر لنگه راست نیما روی اقیانوس آرام بدون اثری از لکه ها شناور با جریان باد به سمت ناکجا در حال حرکتیم هر دمون خوشحال بدون دغدغه داشتیم ویسکی میخوردیم و یک زندگی خوب و جشن میگرفتیم که با صدای آلارم گوشیم که گفت بلند شدی دیگه خواب بسته باید بری سر کار بیدار شدم اولین کاری که کردم از مادرم پرسیدم چی شد رفت لکه های لعنتی که نرفته بود هیچ تازه گسترده تر شده بود و از اون بدتر بر اثر سابیده شدن زیاد گد شده بود گفتم مامان چی کار کردی؟ غیر منطقی ترین جواب جهانو داد گفت معلوم نیست جوری روغن ریختی رفته به خوردش. اشکال نداره همینجوری پاد کن دیگه کاریش نمیشه کرد. ای کاش هیچ وقت از اون خواب ناب بیدار نمیشدم و ادامه زندگیمو در اقیانوس آرام با نیمای عزیزم سپری میکردم. بغلش کردم بردمش تو اتاقم گذاشتمش روی تخت. روی پهلوی چپم بغلش دراز کشیدم دستم و گذاشتم زیر سرم و با افسوس بهش نگاه میکردم. احساس می کردم یه چیزی می خواد به هم بگه ای کاش می تونست حرف بزنه اما خب هیف... بعد از اتمام سوگواری به همراه لنگه چپ گذاشتمشون توی کمود و تصمیم گرفتم دیگه پام نکنم حدودن یک ماه بعد از این اتفاق صبح داشتم آماده می شدم که برم سر کار یه صدایی از توی کمود توجه و به خودش جلب کرد در کمود و باز کردم نیما بی مهابا فریاد کشید خیلی نامردی به خاطر یه لکه روغن اون همه عشق و احساس از بین رفت اصلا من به درک لنگه چپ چه گناهی کرده که باید شب و روزشو تو این دخمه سپری کنه شوکه شده بودم سری دست پیشو گرفتم گفتم تو که میتونی حرف بزنی چرا اون روز که بغلت دراز کشیدم داشتم تو رنج خودم میسوختم حرفی نزدی گفت اون موقع نویسنده هنوز به این قطیت نرسیده بود که من میتونم حرف بزنم یا نه با خودش فکر کرده بود شاید همین جوری منو بپذیری ولی تو اون تصمیم احمقانه رو گرفتی و ما رو اینجا حبس کردی واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم بدون اینکه جوابی بدم جفتشون رو بغل کردم و با یک بوسه سعی کردم از دلشون در بیارم و برای ثابت کردن حسن نیتم هر دوشون رو پام کردم و از خونه زدم بیرون اون روز به طرز عجیبی داشت بارون می اومد تا سر کوچه دویدم سوار تاکسی شدم یه نگاه بهشون کردم خیس شده بودن و لکه ها خودشون تو دل خیسی استتار کرده بودن ای کاش هر روز بارون می اومد تا من چشمم به اون لکه های لعنتی نیفته یه خورده دیرتر از بچه ها رسیدم مغازه همه گرسنه منتظر املت مراکشی بودن که بهشون قول داده بودم طبق معمول پیکنیک مایتابه روغن شروع حامد از بغلم رد شد پاش خورد به مایتابه برگشت روی لنگه سمت چپ نیما دیگه توانه ادامه دادن ندارم ادامه بده به لبخند به نگاه به جشن از همون حرف های ساده بزن مثلا بگو چه روز بدی فضای بینمکی و هوا چه گرفته ادامه بده به معجزه بکن مثلا بیا دکمه پیرهنم را به دوست روزنامه بخوان یا بزن زیر آواز بی اما فقط ادامه بده روزهای هولناک را بینمک بدون دکمه ادامه بده بعد از شنیدن این داستان یاد جمله افتادم که میگه به چیزی دل ببند که دل داشته باشه در کل موفقیت های بزرگ از مجموع موفقیت های کوچیک که شکل میگیره شاید برای دل کندن یا بهتر بگم عدم وابستگی به دنیا باید از دل کندن از نیمبوتامون شروع کنیم اما یادتون باشه شما هم میتونید اینجا حضور داشته باشید و راوی داستان خودتون باشید اگر مایل بودید داستانتون رو از طریق تلگرام و یا اینستاگرام برامون ارسال کنید لینک های مرتبط با این موضوع هم در توضیحات پادکست قرار داده میشه در ادامه به سراغ ابراهیم گلستان و سیانگر مدام خواهیم رفت کسی که زندگی پرهاشیهی داشته و کمتر کسی از گزند حمله های او در امان بوده و البته کسی که بسیاری از نویسنده ها و نقاشا و شاعرها و سینماگرای معاصر ایران وامدار حضور او در زندگیشون بودند در این بخش سعی میکنیم فقط با آثار او بپردازیم ولی هواشی زندگی گلستان رو میتونید در رشته سوری در هایلایت ابراهیم گلستان در صفحه این راویو بخونید یا بشنوید با ما همراه باشید نام او ابراهیم است کنیش گلستان آیا در زندگیش آتش اطراف او به گلستان دگرگون شد؟ آیا بودها را شکست؟ آیا فرزند کچی کرد؟ آیا سارا را در بیابان رها کرد؟ آیا کعبه ای ساخت؟ دلربا بود همه چیز داشت زیبایی، پول، هوش، سودا، سواد، مرید پروری، روابط گسترده و فرهمندی مترجم بود روزنامه نگاری کرده بود انقلابی بود از نوع تودهی از انقلابیگری گریخت کارمن بود فیلم ساز بود هم مستند هم سینمایی جایزه جهانی برد تهیه کننده بود و استدیوی فیلم سازی ساخت فراوری کرد قصه نوشت مقاله نوشت سخنرانی کرد اما شعر نگفت ولی توانست دل بزرگترین، بیپرواترین و شوریده ترین شاعره معاصر ایران را ببرد. کسی را که فریفتگان فراوانی داشت. روایت رضا کیانیان از ابراهیم گلستان چاپ شده در مجله فرهنگی سمرقند به سردبیری علی دهباشی یادنامه ابراهیم گلستان را شنیدید. مجله‌ای که رفرنس اصلی ما برای تولید این بخش بوده، که حاصل جمعوری نقط نظرهای شخصیت شناخته شده و صاحب نظر پیرامون گلستان و آثارشه. البته کتاب و منابع دیگری هم هستند که در توضیحات پادکست قرار داده میشه. در روند این بخش سعی میکنیم از لابلای همین صحبتها به گلستان و آثارش نزدیک بشیم. بشه اشتراک تمام کسانی که از گلستان صحبت کردن، احترام به آثار او و بزرگ شمردن و حضور پررنگ و غیرقابل انکار گلستان در ادبیات و البته سینماست و تقریبا همه اونا از غرور و نگاه از بالا به پایین گلستان دلخور و گاهن عصبانی بودند. جلال آل احمد گلستان نوعی خودخواهی نمایش دهنده داشت که کمتر در دیگران می دیدی. همیشه متکلم وحده بود مجال گوش دادن به دیگری را نداشت اما باهوش بود و بازوق خوب می نوشت. محمود دولت آبادی. گلستان عمر به کمال داشت به معنای بارور بودن عمر در همه عرصه هایی که او در هنر آزموده و پیروز بوده میلاد عظیمی گلستان جایگاهی تثبیت شده در داستان نویسی و فیلمسازی ایران دارد کارنامه روشنفکری او نیز مهم است حرف حساب و دقیق کم نزده سخن نادرست و ناپذیرفتنی هم فراوان دارد حرفای حسابش در گرد و خاک هیاهوها کمتر به چشم آمده و به گمانم با گذشت زمان وقتی قبار نفرتها فرو بنشیند سیمایش درست کامتر و روشنتر از امروز جلوه خواهد کرد جواد توسی گلستان داستان نویس و مترجم و فیلم ساز و تحلیلگر قد و یک دنده که روشنفکری را به شیوه خود معنا و اجرا کرد گاه آنقدر متفرعنانه و از آن بالا بالاها و گاه سکوت در برابر هر انتقادی از خودش فارغ از این خصوصیات شخصی گلستان تبعی هنرمندانه و حسی شاعرانه و منحصر به فرد داشت آ چی میگن اینا آقا دیگه؟ آدم چی میگن؟ من اصلا شما را قبول ندارم همین حالا قبول ندارم بل شما به خاطر نفهمی های خودتون هست که آدمی است از فکر میکنه خیلی از شما برجازستر هست چیکار کار کرده؟ خب مثلا میگن شما خب سیمین رو دوست داشتین دانش و رو حال احمد هیچ وقت دوست نداشت سیمین من از بچگی میشناختم پدرش دکتر من بود همه چی همه چیز. زندگی خود سیمین زندگی بود. اصلا جلو چش به حواس آلاوا تو من بگو آلاوا من برای چی بخوشم آلاوا رفیق نزدیکترین رفیق من بود آمده از من خواهش کرده که به یه کاری بکنه به اسم سیمین لا لا. چرا نگام میشه اشاره بکنم؟ چی نگم؟ نه که نمیگم که ابراهیم گلستان با اینکه تقریبا با تمام نویسندگان ایرانی همسر خودش معاشرت و اغلب رفاقت داشته از جمله صادق هدایت، صادق چوبک، جلال آل احمد، سیمین دانشور و غیره اما میشه گفت شبیه هیچ کدوم نمینوشته. سیمین دانشور گلستان شبیه هیچ کدام از همگنانش نیست. شبیه هیچ کدامشان هم نمی نویسد. در آثار اولیه شاید اثر کمرنگی از همینگوی بی می دیدی، اما مدت هاست او را رها کرده است. اما خود گلستان به این تأثیر پذیری از همینگوی اعتقاد چندانی نداره. و میگه پیش از این که با همینگوی بی آشنا بشه از دوران کودکی با سعدی آشنا بوده و به سوال پرویز جاهد درباره این تاثیرپذیری اینطور پاسخ میده آخر همش در همین ماندن تا یک حدی کوتاه نظری می خواهد. در حد نصر همین بی هیچ وقت به روانی سعدی در بوستان نمی نویسد. وقتی شما قبل از همینگوی بوستان سعدی را ده مرتبه خیلی بیشتر از اول تا آخرش خوانده باشید یک مقدار بالاخره تاثیر می کند جواد توسی تعلق خاطر گلستان به سعدی و نویسندگان صاحب سبک و چیر دستی چون همینگوی و فاکنر نصر متفاوت و دلنشین و ذوق شاعرانه و حس و حال غریب و فرم بدی را در شماری از آثار او نمودار کرده ایجاز تصویرگرایی و قرار دادن بیواسطه خواننده در موقعیتی که نویسنده توصیف می کند یادآور بعضی از قصه های کوتاه ماندگار صادق چوبک است اما جدای از این شباهت میشه به یک تفاوت اساسی هم اشاره کرد که چوبک خودش از داستانش حذف میکرد و همونطور که در اپیزود قبل درباره چوبک گفتیم به این باور داشته که نوشته ننویسنده اما گلستان به گفته حسن میرابدینی داستانهایی با ساخت و پرداختی مبتنی بر کشمکش های درونی شخصیت ها نوشته که غالبا از زاویه دیدی نمایشی روایت می شوند. اما برخلاف داستانهای نمایشی امثال همینگوی شیوه ایفای نقش راوی در داستانهای او جور دیگری است طبعا راوی اول شخصی که از درون دنیای داستان مشغول روایتگری است خود نویسنده نیست اما چون او گاه و بیگاه به توضیح و تفسیر آنچه روایت شده روی می آورد، صدایش صدای نویسنده در نظر گرفته می شود. انگار نویسنده که طالب فضای بیشتری برای اظهار نظرهای خود است با کم کردن اش از روایت در کار راوی مداخله می کند و می شود صدای غالب متن و در هر حال با قرار گرفتن در ذهن و زبان شخصیت ها از بیطرفی نوشته میکاهد.؟؟ چه نه؟ فقط به خودم می گذارم اینجوری من فکر نمی بکنم نمی آره؟ هدایت من بحشتنای بهش علاقه داشتم بوفکور رو کی خوندین اولین با؟ هم وقتی که تو روزا ایران دارم وقتی ازار سر بیسی یکی پاویز ازار سر چی حس کردیم؟ دوست داشتیم؟ گریت در مورد ویژگی ها و دقدقه های گلستان در آثارش چه در داستان و چه در سینما میشه به دقت در انتخاب کلمات تمرکز روی ساختمان، وزن و آهنگین بودن و چند لایه بودن در معنا و مفهوم اشاره کرد. تقیه مدرسی گلستان معتقد است که ساختمان یکی از پایه های مهم داستان است و در بعضی موارد باید کاملا از نظر ریاضی و فیزیکی به آن نگاه کرد. محمد علی سپانلو اسلوبی حساس، حافظه موشکاف و دیدگاهی که با سنجیدگی حس را در تصویر منعکس می کند و گاه استعانتی از نگرش سینمایی است. اینها تیف های های گلستان است. هشمت معید گلستان واجه ها را عزیز می شمارد. می‌کند. می کند. و هر کلمه را مانند جواهر ساز ماهر چکش میزند و سیغل میدهد و بر دیبای نسرقیش می نشاند. وزن آهنگ جمله ها همچون موج آب خاننده را همراه خود میبرد و چه بسیار خاننده ناگاه متوجه نمی شود که در بستر وزنی عروزی غلطیده است. پرویز جاهد گلستان بیشعوری، حماقت جهل، فساد و عقب ماندگی را بزرگترین مصیبت های جامعه ایرانی می دانست و در فیلم و داستانهایش بر این موضوع تاکید داشت. حسن میرابدینی گلستان از نظر نحوه تحریزی داستان و تلاش برای آفرینش نسری چندلایه از نویسندگان مدرن آمریکایی تأثیر پذیرفته است در داستانهایش به شیوهی زمینی و کتمانی بسیاری از مطالب گفته نمی شود تا پشت مکالمه های کوتاه شخصیت ها یا در لابلای سطور جریان پیدا کند و خواننده را به مشارکت فعال برای درک داستان فراخواند. سیمین دانشور در آثار گلستان دیوارها وجود ندارند لبها قفل نیستند بلبداهگی و جوشش درونی و احساس و ارتباط جنسی مهار نشدند فقط یه جمله خیلی خوشکل توش گفته بودین که خیلی دوست داشتن گفته من بودین خیلی خوشکل دیم <applause> آره. این خیلی دوست داشتم گفتین که نویسندگی قصه قصه نویسی عین خواب ولی خواب آگاهانه خیلی جمله ظریفی بود مثال آوردین چرا اینجاست مثال آوردین از فروید گفتین که فروید میگه که در واقع خواب همه چیزایی که دیدین و ندیدین رو یه جا جمع میکنه و یه جایی میاد بیرون قصه نویسی خب هم همینه فروید گفته من چه خب نه شما اینو دادیم به رب دادین به قصه گفتین قصه نوشتن همینه آگاهانه خواب دیدن آگاهانه است خیلی قشنگه خلاص خیلی خیلی قشنگه دیگه نگاه شما رو که میبینم به نظر میاد یه جوری انگار شاید من یاد راوی مارسل پروست میداده در جستجو زمان از دست هفته یا راوی تهوع جان پل یعنی یه آدمیه که تمام من از جان پل هیچ هم دوست هم داریم؟ اصلا هم؟ اصلا ولی این حس این آدمی که معنای زندگی رو توی ادبیات یا هنر سراغ میکنه به نظرم تو شما هست خب خب بعد با این بزرگ شد تا حدی که دست رفته رسیده با این بزرگ شدن دیگه اما اگر آثار ابراهیم گلستان رو به سه دوره تقسیم کنیم، دوره اول نویسندگیش از نیمه دوم دهه 1320 شروع میشه. جایی که به قول حسن میرابدینی، سرخورده از سیاست و تقلید حزبی و گریزان از ترجمه متون ایدولوژیک برای نشریات حزب توده ایران میخواست برای آرزو و فکر خودش زندگی و رفتار کند. به همین دلیل به نوع ادبی داستان روی آورد. انگام سنجش هنر داستان نویسی گلستان نباید زمانه پدید آمدن داستانهای او را فراموش کرد. او نیمه نخست دهه 1320 را به ترجمه و تعلیف مطالب سیاسی و ادبی برای مطبوعات به توده گذراند. هرچند به زودی و در سال 1326 از حزب توده جدا شد ولی باورهای سیاسی درونی شده در افکارش نقش انکار ناپذیر بر داستانهای دو مجموعه آذر ماه آخر پاییز به سال 1327 و شکار سایه به سال 1334 گذاشت. مجموعه اول 7 داستان و مجموعه دوم چهار داستان دارد. نوشته های این دو مجموعه را خطی ذهنی و موجد نوعی پیوند درونی به هم رب می دهد. و آن توصیف سرگردانی روحی روشنفکرانی است که بر از دست رفتن عمر صرف شده برای کار سیاسی دریغ میخورند و در جستجوی راهی به سوی خانه ای از آن خود هستند یا به دنبال نقش خیال سرگردان می شوند. اینان با قرار گرفتن در لحظه تجلی به آگاهی تازه‌ای درباره وضع خیش می رسند. دقیقا مثل خود گلستان که موقعی با آگاهی میرسه که دست از سیاست میکشه و چون تصمیم میگیره برای خودش زندگی کنه به داستان نویسی رو میاره چرا از به توزه رو دوست داشتین؟ دوست داشتم؟ مم. کی گفت هم رو؟ سمپات هستی نه تو مشخصه من تو هستوده بودم آره میدونم من س... روزنامه از داره اداره میکردم در می آوردم آره بعد اومدیم بیرون دیگه آره, آره بعد اومدیم بیرون خب بر هم ب... چرا 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 بود این جزء به توده با آدم باید هر چی ازش بیرون بعدش بد باشه شاید آدم بیرون برای خودی خیلی دوستی داشتن ولی خب خیلی هم تو حزب توده اشتباه هم کردن و دردسر هم درست کردن چرا اشتباه زیاد کردن از توده نه اشتباه نکرده 65 سال پیش با این کسایی هیچ کس هیچ کس و قصه دادم اولش به حدایت, تبنی, سه نفر از آشناه هم هدایت تبری تولدی سه شاخه مختلف هم میتونه حساب بکنی یه دیگه هایی چی نیزه نه هستان چی نوشتی هر ستاشون هر در دوره دوم آثارش گلستان وارد سینما میشه و در بازه ده ساله بین سالهای 1336 تا 46 فقط به فیلم ساختن مشغوله و هیچ داستانی منتشر نمیکنه. بیشتر در ایران با آثار این دوره شناخته میشه و خیلی ها گلستان و یکی از پایگزاران موج نوع سینمای ایران در مقابل فیلم فارسی می دونن و از نگاه همایون امامیفر گلستان پدر سینمای مستند ایرانه. گلستان معتقد بود که حتی خیلی از تکنیک های فیلماشو از جمله جامکات و از شیوه تقطی سعدی در اشارش آموخته نه از گدار یا آینزنشتاین از جمله فیلم های ساخته شده در استودیو گلستان در این دوره میتوان به آثار ماندگاری همچون مجموعه مستند چشمنداز ها که برای کنسرسیوم نف می که شامل سه مستند آتش، آب و گرما و موج و مرجان و خاراست. مستند آتش موفق به کسب نخستین جایزه بین المللی یک کارگردان ایرانی میشه. رحمت مظاهری منتقد مجله هنر و سینما درباره این فیلم میگه در این چند سال اخیر خیلی ها صدای نجات سینمای فارسی را در سر میپروراندند. خوشبختانه خیلی زودتر از آنچه تصور می کردیم گلستان به انتظار ما با آوردن فیلم آتش پایان داد. موج و مرجان و خارا به اعتقاد بسیاری مهمترین کار مستند گلستانه. هوشنگ کاووسی که از سختترین منتقدان فیلم در سینمای ایران بود، خطاب به گلستان میگه شما با دو فیلم اخیرتان که به ما نشان دادید، موج و مرجان و خارا و آب و گرما، ثابت کردید که در ایران میتوان فیلم خوب ساخت، میتوان شاهکار ساخت، آثاری برجسته در مقیاس جهانی. موج و مرجان و خارای شما یک شعر و قصیده حماسی است. خود گلستان درباره این فیلم میگه تمام این چشمنداز ها سیاه هایی برای موج و مرجان و خارا بود که منظورش از چشمنداز ها هم همون مجموعه مستنده که توضیح دادیم. مستند خانه سیاه است به کارگردانی فروغ فرخزاد و تهیه کنندگی و راهنمایی های گلستان. شاهکاری شاعرانه با تصاویری تلخ که جاناتان روزنبام منتقد مشهور آمریکایی دربارش میگه فیلمی عمیقا انسانی که در عین برخورد صحیح و بیواسطه با موضوعش در دام احساسات گرایی و چشم نوازی سطحی نیفتاده است. خانه سیاه است قوی ترین فیلم ایرانی است که من تا کنون دیدم. این فیلم موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم فستیوال فیلم آلمان غربی میشه. مستند تپه های مارلیک روایتی شخصی و هنرمندانه متفاوت و شاعرانه که به ظاهر درباره کشفیات باستانشناسی اما به واقع اثری درباره زندگی، هنر و دوام و فردایی بهتره. به گفته زاون قوکاسیان، به جرأت یکی از مستندهای انگوش شمار و ماندگار تاریخ سینمای ایرانه و برنده جایزه شیر سن مارکو در جشنواره بنیز میشه. و فیلم داستانی خشت و آینه که پرویز جاهد دربارش میگه ساختار روایی مدرنیستی خشت و آینه نوع شخصیت پردازیش شیوه دیالوگ نویسیش و فضاسازی اجاب انگیزش همه ریشه در داستانهای کوتاه گلستان دارد و البته اسرار گنج در ری جنی فیلم و بعدها رومانی به همین نام که خارج از این بازی ده ساله و در سال 1352 بر اساس خاطره ای که همایون سنتی زاده برای گلستان تعریف میکنه ساخته میشه. پرویز جاهد گلستان هیچ گونه ارزش و اعتباری برای سینمای موجود فارسی قائل نبود و هر گونه فعالیت در بدنی سینمای ایران و تحت حمایت تهیه کنندگان فیلم فارسی را مغایر با اهداف فیلم سازیش می دانست. به همین دلیل وی بیشتر فیلم های خود را با سرمایه شخصی و بدون حمایت تهیه کننده ها می سازد. او توانست به کمک همکارانش در استودیو گلستان فیلم هایی بسازد که ارزش های سینمایی آنها در آن دوران شناخته نشد و بعضی از آنها مثل اسرار گنج در ری جنی بعد از اکرانی کوتاه در تهران برای همیشه توقیف شدند و دیگر هرگز به نمایش در نیامدند. در نهایت فیلم های خشت و آینه و اسرار گنج دره جنی پیش بینی های دقیقی از آینده ای ایران دارن. آ تو وقتی که تو بیای توی خونه ای مجلل خیلی درجه اول اما ببینی که اینجا سقفش اومده پای چکی میکنه اونجا سوراخ سراخ موش هست اونجا هم خواهد همه خونه خونه نیست خراب خواهد شد حالا که تو کرونوبت دست نیستی وقت بیا یک چقدر یه خراب میشه خراب میشه چرا یه دفعه از قصه نویسی موف کردیم به حکر کردیم به سوی فیلم سازی برای این میدیوم تازه رو کشف کرده بودم دیگه وقت فیلم سازی نبود اون وقت که میشه فیلم یه دوبین بولکس میلی میلیمتری خریده بودم و موقع یه بود داستان های میلیشنر نفتم بود احتیاج خبر خارجی به فیلم بود بایستی که فیلم میخواستم به کسی یکیسی مراجعه کرد اگر که در تیرون من اومدم بودم, بودم که این اینا فیلم میخوان تو میتونی کسی از این پیدا بکنی که فیلم بگیره فیلم من هم کسی که فیلم میگرفته انگلیسی بوده اونا رفتن و خودم میتونم عکس بگیرم می آره یه دوری فیلم دارم تا میلیمتریه میخواد اونا با ما چه سالی بود؟ اما این دوره جدا از فیلم ها و مستنت ها یک اتفاق مهم دیگه هم داشت و اونم آشنایی فروغ فراخصاد و ابراهیم گلستان در سال 1337 به واسطه مشغول به کار شدن فروغ در استودیو گلستان بود. و طولی نکشید که رابطه این دو اینقدر نزدیک شد که هواشی بسیاری رو همراه داشت که حتی تا امروز هم ادامه داره. اما گذشته از این هواشی که در رشته سوریهایی در هایلایت ابراهیم گلستان در صفحه این راویو را میتونید بخونید یا بشنوید این نزدیکی بسیار پربار بود. اخوان سالس در واقع این یک اتفاقی بود که خیلی به سود ادبیات ما تمام شد به سود فروغ تمام شد و مخصوصا به سود شعر ما محمد رضا رهبریان بیگمان مهمترین برکشیده گلستان و یکی از خروجی های پرنام و نشان استیدیو گلستان فروغ فرخزاد بود گلستان چنان شرایط و محیطی برایش فراهم کرد که از شاعری درجه چندم به شاعری درجه یک و فیلمسازی جسور و قابل اعتنا بدل شد. بسیاری دیگر از منتقدان و دوستان نزدیک و مشترک کرد و بر این تاثیرگذاری گذاری انگوش گذاشتن. اما خود گلستان منکر تأثیر خیش بر فروغ بوده. مثلا وقتی شخصی در حضور گلستان از صادق چوبک پرسید که فروغ از چه کسانی تأثیر گرفته، چوبک بیدرنگ پاسخ داد به عقیده شخصی من نفوذ و دانش ابراهیم گلستان در تکوین شخصیت هنری فروغ تأثیر به سزایی داشته. و در نهایت پس از اینکه گلستان دوباره مخالفت میکنه و چوبک دلایل منطقی بر این تأثیر گذاری میاره، گلستان با حالتی غمگین و متأثر پاسخ میده این بیانصافی است، این توهین به هیته اوست، هیچ میل ندارم این گونه استنباط را بشنوم. من اگر آنچنان کیمیاگر قابلی هستم که میتوانم توانم زغال الماس بسازم چرا در مورد خودم غفلت کردم مثلا بعضی‌ها رو شما اصلا دوست ندارید راجبش بهش حرف بزنید مثل مثلا فروغ چرا من چرا صدا رو حرف بزنم نمیدونم هیچ فخری فروغ حرف نمی‌می‌زنم آبا چی حرف بزنم روی چه بزنم نمیدونم همیشه در میریم یه جور اصلا چیزی نیست اصلا همچین چیزی نیست فروغ چطوری دیدین؟ کجا دیدین؟ فروغ کجا دیدین؟ این قصه به تو اما این تاثیرگذاری جدایی از حضور فروغ در فیلم هایی که توضیح دادیم در دو دفتر شعر آخر فروغ فرخزاد بسیار مشهوده جایی که شعر او به بلوغ و پختگی میرسه تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد که تولدی دیگر و مستقیم به ابراهیم گلستان تقدیم میکنه و مخاطب شعرش هم خود گلستانه و این نشون میده با وجود انکار گلستان واقعا پس از آشنایی با او فروغ دیگری متولد شد اما این تاثیرگذاری یک سویه نبوده پس از مرگ فروغ در سال 1345 گلستان در دوره سوم آثارش دوباره به داستان نویسی رو میاره و رد پای فروغ همچون دوره فیلمسازی در داستانها و زندگی گلستان بسیار پررنگه مجموعه داستان های جوی و دیوار و تشنه در سال 1346 و مد و مه در سال 1348 منتشر میشه. مجموعه اول ده داستان و مجموعه دوم سه داستان دارد. که پیشنهاد میکنم اگه نمی‌خواید همه ی کتاب های گلستان رو بخونید این دو کتاب رو از دست ندید. سیمین دانشور گلستان می سراید. چرا که نسرش بیشتر شعر است اما این نصر شعرگونه در عین حال قرص و مدرن و غیر باسمه است محمد علی سپانلو مدومه گلستان قصه است در قیاب و سعیز برای ظرف کردن واقعیت تلخی که در روح ریخته است و بی نظیر بی خود کرده خیامی که بتونه خوب به آن چرخ. آن قصد که با چهار زد پهلو واقعا شعر است آن قصد که با چهار خمی پهلو بر درگه آن شهان نهاودندی رو دیدیم که بر کمگره اش فاخته ای بنشسته و میگفت که کو 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 صافی شو از چاه طبیعت به در که صفایی ندهد آب را بلوده حالا فهمش خیلی فهم نداره گفت مرد من در حسرت فهم درست هیچی میگویم به قدر فهم توست مرد من در حسرت فهم خیلی گفت زمین بساق و در دشت بارگاه من است چه غمزه بی کلهی چه غمزه بی کاسمان کلاه من است زمین بساط و در و دشت بارگاه من است Oh, for a muse of fire to ascend the heavens of the که میگه، اونجایی که میگه، که میگه، می که... چطور میشه این همه میدن های مسیح فراغستان این دسته بودن او تو این گردیه چوبی که گلوبتی اتر از جادت. گلستان مدتی بعد ایران رو برای همیشه ترک میکنه رضا کیانیان حالا پنجاه سال دوم زندگی او آغاز میشد در پنجاه سال دوم هیچ کاری نکرد نه فیلم ساخت نه قصه نوشت نه تهیه کنندگی نه ترجمه هیچ خودش و قصرش تنها بودند مانند قصه های ترسناک در این تنهایی از ابراهیم بودنش فقط یک چیز باقی ماند بچکنی اما نه با تبر بل با بیزاری و نفرت و نابودی و تاریکی علی دهباشی اگر گلستان را از حیاهو و سر و صدایی که خودش در این سالهای اخیر برپا کرد کنار بگذاریم با نویسندهی درخشان روبرو می شویم که البته در پنجاه سال آخر عمرش کار در خور توجهی نکرد اما این به این معنا نیست که هیچ کاری نکرد که دو داستان خروس در سال 1374 و مختار در روزگار در سال 1401 منتشر میشه و به گفته برخی بسیار نوشته های چاپ نشده دیگر که نشون میده او تا پایان عمر نویسنده باقی میمونه سرانجام ابراهیم گلستان همین چند ماه پیش در سن 101 سالگی از دنیا رفت محمد یزدانی خورم صد و یک سال زیستن آه از آن یک سال اضافه بر صد که تعنت بود به زمان که برخس نوشت اگر هزار و یک شب هزار شب بود یعنی تمام و اگر نه و نود و نه شب یعنی فقدان و حالا یعنی امکان و تداوم و شما صد و یک سال بودید که یعنی مردن ماجراجویی تازه شماست این یک سال علاوه بر صد میخنداندم و میدانم شاید ته ذهنتان فکر کرده بودید این هم یک دهنکجی دیگر به رندی دنیا که رندی چون شما عبایی از این بازی ها نداشت بله به قول خودتان چه انتقسان چه جالب آقای گلستان نمیدانم به شما بابت مردنتان تسلیت بگویم یا ناراحت میشوید اما این را میدانم که باید بابت بودنتان به ایران که جانانه دوستش داشتید تبریک بگویم اما چرا گلستان در باقی عمر طولانی خود به ظاهر هیچ کاری نکرد؟ چرا از ایران رفت؟ چرا تا این حد از هموطنان خود خشبگیم بود؟ به نظرم برای پاسخ به این سوال و شناخت واقعی گلستان و جایگاه واقعیش راهی جز خوندن و دیدن آثارش نداریم ما آخرین داستان کتاب جوی و دیوار و تشنه به نام بعد از سعود و انتخاب کردیم. هرچی تا الان درباره گلستان و آثارش گفتیم مقدمه برای فهمیدن و شنیدن بهتر این داستان بود. داستانی که در اون گلستان کلیدی و قرار داده که اگه کمی هوشیار باشیم در صندوقچه ای و برامون باز میکنه که پاسخ تمام سوالایی که مطرح کردیم و میده. در واقع گلستان بیش از پنجاه سال قبل پیش از ترک وطن پاسخش رو بهمون به داده. پیش از اینکه داستان رو براتون بخونم این بخش رو با خاطره این مرتبط با داستان از سیمین دانشور به پایان میرسونم. تنها یک بار دیدم احساسش سر ریز کرد و نزدیک بود از پا درآوردش آوردش و آن هنگام مرگ نابه هنگام فروغ بود جلال و من که به دیدارش رفتیم در اتاق نشیمن خانهش تنها نشسته بود و به ریکویم موزارت گوش میداد و موسیقی چنان در بر بودش که متوجه ورود ما نشد. موزی با گوش کرد. بعد گوش کرد. کجا این چیزا رو؟ کنترل رو رو, رو پات. از روی سنگ های بستر سیلاب رد شدیم و از کنار رود که باریک و پاک می لغزید رفتیم رو به پشته پرشیب تا راه چرخ خورد و ما در را رها کردیم از روی تپه قله را نمی دیدیم و راه های بزرو ما را در امتداد خیش می بردند. ما از کنار باغ بزرگی که روی کوه دیوار بلند داشت رد شدیم دیوار با ارتفاع منحنی کوه موج می گرفت و در بلندترین تاب می شکست. وقتی به نقطه شکست رسیدیم دیدیم باغ بی بوته بود و خشک و از دور دشت و در دشت شهر لای قوار بود و در آسمان یک باز با بالهای بی جنبش گسترده مانده بود. ما می رفتیم و در پیش پایمان سایه گاهی پرید رنگ می شد و گاهی سیاه. و روی خاک و سنگ تقلا داشت گاهی به سبزهی که بوی خوشی داشت می رسید گاه از کنار گل خار می گذشت و قطرهای عرق را که می چکید از خود گذر می داد و به زمین می داد و ما بی خیال می رفتیم راه از نیمه می گذشت و ما ضرب راه رفتن را با ضربه نفس هم نواخت می کردیم دیگر صعود راه سپردن نبود بودن بود و هویت بودن گاهی که خسته می شدیم می استادیم و از بوته بو مادران و شنگ و بابو نمی و باز راه می افتادیم. ما از کنار لانه های مرچه ها و از کنار ردیف روندهشان رد می شدیم و می دیدیم در آسمان سربی رنگ خورشید یک صفحه نور ای می شد و می رفتیم می رفتیم و سایه من دیگر نمانده بود و مه می رسید و باریکه های برف ما را نوید میدادند، نزدیک قلیم و ما قله را نمیدیدیم. دیدیم. بود و حجم صحابی سنگ ها با برف و بوی سوسن و حس سکوت و تن که گرم بود و می رفتیم. مه ما را گرفته بود و ما مست ارتفاع. شیب سفید مهالود شاید نشانه پایان اوج بود. اما میان مستی و مه اوج انتها نداشت اوج از تخت سنگ و کوه گذر کرده بود ما در کنار سنگ نشستیم و گوش به ضربه های قلب سپردیم که گرم از صعود بود و سرشار از حیات و شهر دور بود و چشمنداز در پشت پرده مه پست و محو شاید به خواب کشانده شدیم از خستگی تن و خیرگی چشم شاید سکوت و پاکی ما را گرفت به هر حال ما وقت را به تیک تاک ساعت دادیم و خود را به ضرب نبز و در صفای ساده خود بودیم تا ناگهان که با تون شد و بعد برق جست باور نمی کردم مه چندان قلیز شد که بجز مه نماند باران گرفت باران مرا آلود باران مرا میراند باران که باز نمی ماند میرماند و من نمی دیدم. راهی نبود و اگر بود من نمی دیدم. من روی شیب می رفتم. رد در دره می طوفان مرا می و شیب تند مرا می برد و من نمی دیدم. من نمی دیدم. من نمی دیدم. من نمی دیدم. تا در میان مه خوردم به سنگ سفت سیغلی سرد کور افتادم طوفان مرا میکند و من نجات خود از سنگ میجستم جز در پناه سنگ ماندن کاری نمیشد کرد میدیدم از فشار بارش و از ضرب باد یک جوی سنگریزه روان بود میدیدم که جوی میآمد و پشت بوته ها می ماند تا سنگین شود و ناگهان دوباره بریزد میدیدم که بوته های گل خار از ریشه کنده میشد و میغلطید. از لای لرز رعد و میان مهمی دیدم که لکه های روشن میلولند و بعد میمیرد از برق بوته های گوند شوله میگرفت که بعد در زیر ضربه باران یواش میفصورد من سنگ را گرفته بودم و طوفان مرا می کوفت و تکیه گاه سادم از سیل سست میگردید جز ماندن کاری نمیشد کرد ماندم. ماندم ما چه ماندنی که نبودم بود ماندن برای دوباره یاد آوردن ماندن به انتظار نامعلوم آیا گوند دوباره گل قاصدی به باد خواهد داد؟ باران چه بر سر سوسن می آورد؟ باریکه های برف کجا رفتند؟ در لانه های مورچه باران چه خواهد برد؟ سیلاب با باغ خشک چه خواهد کرد؟ از ردهای مکرر آیا بر سینه های تپ قارچ نخواهد رست؟ آیا هنوز باز با بالهای بی جنبش گسترده و معلق بالای ابر کمین کرده است؟ از تخت سنگ نمیشد سوال کرد. طوفان که وا گرفت و باران که ایستاد در هنوز هم همه می کرد. از سنگ ها که می افتاد، از نهر ها که می غلطید. و من منتظر بودم. من در انزوای سرد مهالود منتظر بودم دیدن که ماندم و سیل رفته است گویی شماتتی از نقص بود انگار کار طبیعت تمام نیست یا طوفان مرا نپسندیده است ماندن باز ماندن نبود در ماندن بود برخواستم وقتی بلند شدم شیب زیر پای من لغزید افتادم لیز خوردم رفتم رفتم تا گل که زیر پای من بوخ شد مرا واداشت و چون که خواستم به سوی سنگ برگردم دوباره لغزیدم و دورتر رفتم دور پایین بود دور پیوسته پایین بود من خسته بودم مه می و, و می دیدم اطراف من خالی است هیچ چیز نیست به جز سنگریزه های قلتیده و بوته های نیم سوخته کنده و زخم های خراشیده به جامانده از چوب های و پشت این همه مه دیوار مه هنوز و رعد می بید در دور رفتن یا دوباره برگشتن دیدم باید بلند شد میخواستم به قله برگردم من قله را نمیدیدم بالای شیب فقط تخت سنگ بود و باقی مه برخواستم و لغزیدم من خسته بودم اما فرقی نداشت قوت یا ضعف و خستگی اشکال در مسافت و در شیب هم نبود در نوع فاصله و جنس خاک بود در پشت پرده مه قله بود و در وجود من به جز از خواهش سعود چیزی نبود اما زمین زیر پای من از سیل سوست بود سیل بی پروا سیل بی اختار سیلی که اختیارش بیرون از هیته تسلط من بود پاهایم از گل چسبنده سخت سنگین بود انگار خاک مرا میگرفت کوشیدم با احتیاط برخیزم پا روی ریگ نهادم به این امید که چسبان نیست لغزان بود لغزیدم رفتم و هیچ چیز مرا وا گرفت قلتیدم، افتادم، میرفتم چنگ انداختم به بوت خاری که زخم زد و کنده شد و میرفتم تا اینکه زیر بار سقوطم راه از ریگ بند آمد و من ماندم با سوز زخم دست مه رفته بود و من دور دور از آن سنگ دیدم که قله پیدا بود من خسته بودم من خسته بودم و زخمی و خاک در شیب تند لغزنده من میخواستم به قله برگردم من میخواستم به قله برگردم و روی خاک ریز رها بودم طوفان حتی یقین این که به قله رسیده باشم را از من گرفته بود و شک جای یاد بود می آمد می دیدم که خرد سنگ تا به تحمل بار مرا نمی آرد با چشم هرچه گشتم دیدم که جای پایی نیست گیر دستی نیست دیدم که روی خاک ریز نشستن فراز کوه بودن نیست اما نمیشد رفت تنها میشد لغزید در انتظار نشستم نگاه میکردم میدیدم که آسمان پیداست آسمان آبی است خورشید باز نورانی است انگار هیچ اتفاق نیفتاده است تنها من در سوی دیگر کوهم میدیدم که کوه بزرگ است و دست زخمی من خالی است و حال دیگر اکنون نیست حال لحظه های گذشته است و بهد چشمنداز دیدم در قطره که از دم یک خار می چکید خورشید با تمام فروغش نشسته بود این از سخاوت خورشید بود و قطره در فروغ می خشکید. این شکر قطره بود وقتی که سیل سرازیر می شود جایی که قطری عرق ما چکید پاک خواهد شد و نقش پایمان بر خاک از بین خواهد رفت اما شاید بو مادران و بابونه در یاد سبز خود نگه دارند روزی که ما به بوی خوش پاکشان سلام می دادیم و روی برف نوشتیم زنده ایم سپاس که ما رو شنیدید اگه دوست داشتید راویو رو به دوستاتون معرفی کنید تا دیرتر به شرط نفس